میدونستی توی فیلم ونوم قبل از اینکه ونوم سر این باجگیره رو توی سکانس پایانی فیلم بخوره به ادی میگه که براش شکلات بخره، چون با توجه به کتابهای کامیک ونوم به فنفرامین احتیاج داره که خودش رو تقویت کنه، که این ماده فقط در شکلات و مغز انسانی که پیدا میشه. میدونستی توی فیلم ایکس من ققنوس سیاه توی این سکانس که دکتر ایکس و مگنیتو با هم ملاقات میکنن و صحبت میکنن، دکتر ایکس یه ساعت دستش که متعلق به برند رولکس و مدل میلگاوسه که جوری طراحی شده که در برابر امواج مغناطیسی مقاومت نشون بده و تأثیری روش نذاره. این با توجه به اینکه دکتر ایکس با مگنیتو ملاقات داره انتخاب هوشمندانه ایه. میدونستی توی سریال پیکی بلایندرز داستان فیلم برگرفته از یک گروه گانگستری واقعی که در برمینگام انگلستان شکل گرفتن، که نفوذ خودش رو از محله‌های فقیرنشین برمینگام به مجلس عوام و ارتباط مستقیم با شخص نخست وزیر انگلستان سر وینستون چرچیل گسترش دادن، که این عکس واقعی از تشکیل دهنده اولیه این خانواده است که عمدتاً هم در جنگ جهانی اول به کشورشون خدمت کردند. میدونستی توی فیلم شرک کمپانی دریم ورک طراحان انیمیشن رو که توی فیلم شاهزاده مس خوب کار نکردن رو برای تنبیه فرستاد که روی ساخت شرک کار کنن، که اسم این مجازات هم شرک مال شدن بود. میدونستی توی فیلم نمایش تورومن عروس صبح صبحونش رو با یه قرص ویتامین دی میخوره، این به خاطر اینه که توی شهر سرپوشی زندگی میکنه که نور خورشید نداره، پس طبیعیه که ویتامین دی مورد نیاز بدنش رو به جای نور خورشید از قرص ویتامین دی بگیره. میدونستی توی فیلم خانم داد فایر رابرت ویلیامز انقدر توی این فیلم فوش خار و مادر و شوخیه زشت و خنده‌دار به صورت فعل بداهه از خودش به فیلم اضافه کرد که ادیتورهای فیلم قسمت‌های PG، PG 13، R، NC 17 فیلم رو مجبور شدن حذف کنن. میدونستی توی فیلم مرد عنکبوتی بازگشته به خانه تونی استارک مکانیا به GPS به لباس پیتر اضافه میکنه، بعد از اینکه توی فیلم مرد آهنی یک گروه تروریستی 10 حلقه اسیرش میکنه و کسی هم نمیفهمه کی کجاست، این برای اینه که تونی از اشتباهاتش درس میگیره. میدونستی توی فیلم بتمن توی کاخ وین داخلین اتاق یه مجسمه از شکسپیر است، این اشاره به برنامه تلویزیونی سال 1960 میلادی نمایش بتمن داره که بروس وین با فشار دادن دکمه داخل سر مجسمه شکسپیر یه راه مخفی به داخل غار خفاشیش باز میکنه. میدونستی توی فیلم موش سراشپز توی قسمت اسامی دستندرکاران فیلم کمپانی پیکسار به جشنواره‌های فیلم و مخاطبا ضمانت میده که تمام فریم‌های فیلم رو دونه دونه طراحی کنه، این رو به این علت به فیلم اضافه میکنه که کارتون ماشین‌های اسکار رو برای بیان نکردن و ثبت نکردن این موضوع به کارتون خوشقدم باخت که کلا طراحیش هم دیجیتالی بوده. میدونستی توی فیلم بازی مرکب اگر به سر این عروسک بازی چراغ قرمز چراغ سبز نگاه کنیم یک گل سر روی سرش ببینیم، که اگر کمی بهش دقت کنیم متوجه میشیم که این گل سر در اصل سه نماد تشکیل دهنده اصلی بازی مرکبه.